قسمت هایی که با اینکه این عزیزان هیچی چی نمیدونستن که پیامی که من امروز آماده کردم راجب به چیه ولی احساس میکنم هر کدوم یه جمله رو گفتن تموم شد <laughs> واقعا خدا رو شکر روح القدس هستش که هدایت میکنه و روح القدس ما رو یک کرده آمین بود ممنون میشم من خیلی دعا کردم که خداوند اون چیزی که تو قلب من هست تیتلش رو چی بذارم و این تیتل به نظرم خیلی عالی می اومد ریشه در گذشته رشد در آینده طرح خداوند در میان نسل ها و یا واقعا افتخار میکنم من خودم گیر کردم بین جوان ها بزرگسالان جوان و سن می... اونی که چی میگن میان سالان از لحاظ فیزیکی احساس میکنم بالای 60 70 سالم از لحاظ روحی شاید ظاهری بعضی میگن نه بد نمیاد همون تو تینجر و جوان رو جوانا گیر کردم ولی خب از یه لحاظی هم همون سنی هستم و احساس میکنم برای همین همه رو درک میکنم و خدا رو شکر میکنم که امروز این فرصت رو داره تا راجع به این کلام صحبت بکنیم همونجور که اینجا نوشتم امروز میخوایم راجع به نسلها صحبت کنیم نسلهای گذشته نسلهایی که الان داریم با همدیگه زندگی میکنیم و نسلهایی که در آینده خواهند آمد الان میخوام از شما عزیزان بپرسم رزمین منو خ... اه... یه جوره یاد یه شخصی توی کتاب مقدس میندازه بهتون نمیگم ولی دوستانم بپرسم چه کسایی از عهد جدید یا عهد عتیق و جدید فرق نمیکنه میشناسید که واقعا کم سن بودن و خداوند به طور معجزه از اونها استفاده کرد میتونین هر کی که یکی می اسم رو یه اسمو به من بگم. داوود از عهد عتیق بله داوود یه چوپان 14 15 ساله بود ساموئل که از بچگی خوانده شده بود دیگه کی رو میشناسین ارمیا که گفت لبک خداوند که اونم خیلی جوون بود دیگه چه کسی به نظرتون میاد سلیمان آمین از عهد جدید که میشناسیم که جوان بود و خدا چطور از او استفاده کرد استیفان بله درسته پس میبینیم که چقدر زیاد هستن چه در عهد عتیق چه عهد جدید از جوانان که چه بگم نوجوانان که خداوند عزیزان رو بلند کرد و ازشون استفاده کرد و همینطور الان هم میتونه اتفاق بیفته و بعضی وقت رزمین جان رو یاد داوود میندازه احساس میکنم که خدا باش خیلی کار داره و آمین که آیندهش در دستای خداونده و همینطور تیم جوانان عزیز که این بالا نیستید اینجا ایستاده من مطمئن هستم که خدا خاندگی برای شما عزیزان داره و جاتون درست همینجاست یه جمله من نوشتم، نوشتم, نوشتم، نسل‌ها ما رو شکل می‌دهند، از ما حمایت می‌کنند، اما چالش‌های نیز ایجاد می‌کنند. که در مقدس راجب نسل‌ها خیلی زیاد صحبت کرده در چند آیه و چند قسمت هست. و از طریق این نسل‌ها سعی میکنه به ما یه عکسی نشون بده که چطور گذشته، حال و آینده با همدیگه وصل هستند. یک مزموری هست، مزمور 145 که واقعا راجب نسل ها یا راجب اون چیزی که یاد گرفتیم میگه میگه که کارهای عجیب تو را مردم نسل به نسل تایش خواهند کرد و قدرت تو را بیان خواهند نمود این به معنی این این اینه که هر نسلی وظیفه داره اون چیزی که تجربه کرده یعنی معرفت و خوبی های خدا کارهای خداوند و محبت او را منتقل کنه آمین؟ من واقعا خیلی افتخار میکنم به جوانامون و جوانامون که بتونن نسل جدیدی باشن مخصوصا همجوری که بردر سینا گفت توی ایران و همجوری افغانای عزیز که بتونن اون چیزی که یاد گرفتن رو منتقل کنن و اما شهادتی که استر عزیز داد خیلی یا دل من رو لمس کرد قلب من رو لمس کرد ناصرهایی که سنشون بالاتره مثل خواهر ماریه عزیز مثل خواهر که عزیز که اینجا هستن مثل خیلیا که شاید بعضی موقع دیده نمیشن این عزیزان توی زندگیشون تجربه های خیلی زیادی کردن خیلی چیزا رو ازش گذشتن خیلی چیزا یاد گرفتن و همینجور توی امثال میخونیم که امثال شونده که میگه عمر طولانی هدیه ای است که به مردم نیک داده میشود و موی سفید تاج جمال آنهاست و همینجور مزمور هفتاد هست که اگه به دیوارم بندازیم که همه بتونن لطفا بخونن اگر هستش نیستش نیستش برای سینو؟ نیستش باشه پس خودم میخونم خدا رو شکر برای این فارسیم که هی داره بهتر میشه در مزمور 78 نوشته شده از آیه سه به بعد میگه آن چرا که شنیده و دانسته ایم و پدرانمان به ما باز گفتند آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت بلکه کارهای ستوده خداوند را به نسل آینده باز خواهیم گفت همچنین قدرت او را و شگفتی هایی را که به انجام رسانده است و از آیه شش بعد میگه تا نسل بعد آن را بدانن یعنی فرزندانی که زین پس زاده میشوند و ایشان نیز برخیزند و آن را به فرزندان خیش بازگویند. آمین. پس عزیزان ما باید واقعا دقت کنیم این حکمتی که نسل های سن بالاتر دارن این حکمت ها از بین نره بلکه اینا بتونن انتقال بدن به جوانان ما الان توی دنیای زندگی میکنیم که همه چیز زود تغییر میکنه همه چی زود میگذره زود گذره و بعضی موقع من فکر کنم انسانهای سن بالا فکر میکنن که دیگه دنیا اونا رو نمیبینه واقعا به این اشخاص بیشتر توجه کنیم بهشون نگاه کنیم که این اشخاص به خاطر این گذشتهشون به خاطر تجربه هایی که کردن چه گنج هایی با خودشون دارن حمل میکنن فکر نکنیم حالا با سنش گذشته پیر شده دیگه متوجه نمیشه ولش کن نه اتفاقا چقدر مهمه که ما همینجور که استرجان جان گفتن محبت کنیم به کسی که سن بالا هستن و از تجربه های اونا استفاده کنیم ممکنه خیلی یا تمام زندگیشون تجربه های بد کردن ممکنه همش اشتباه کرده باشن حتی از اشتباه های گذشته این عزیزان هم ما میتونیم درس های خوب بگیریم و با خودمون برداریم آمن پس واقعا این توی قلب منه که به همه عزیزان به عزیزانی که سن بالا هستن به عزیزانی که شاید فکر میکنن دیده نمیشن این حس رو بدیم که ما همه فرقی نمیکنه در چه سنی هستیم چقدر احتیاج به این خواهران و برادران گرامی داریم آمن و اما نسل جدید الان من خودم گیر کردم فکر کنم یه جوری بینشم دیگه حالا نسل جدید و غم نسل جدید منظورم عزیزان از بزرگسالان جوان جوانای کلیسا تیننجرا نوجوانان و همینطور بچه هاست این نسل جدید واقعا یه نقش خیلی مهمی توی جامعه نه فقط تو جامعه بلکه تو کلیسا بازی میکنن همونجور که بر های عزیز گفتن چرا؟ چون نسل جدید هستن که ایده های جدید دارن فکرهای جدید دارن بعضی موقع خلاقترن انرژی جدید دارن و آلمانی ها میگن یعنی یک باد و یک یا باد جدید میارن و اینو در اول تیموتیوس چهار دوازده همچون که شما خواهر عزیز گفتیم واقعا تیموتیوس خیلی جوان بود و پولس بود که در این نامه بهش داره تذکر میده داره تشویقش میکنه و اگه یادتون باشه وقتی کیش ادوین اینجا بودن راجب اون دویدن صحبت کرد که ما باید یه چوبی در دستمونه و اون چوب باید به با همدیگه بدیم و آخر سر همه با هم دیگه به اون هدف برسیم نه فرقی نمیکنه یه نفر شاید آهسته تره، یه نفر تندتر میره یه نفر تنبله ولی مهم اینه که همه یه تیم باشیم و من اینجا همونجور بود که پولوس دقیقا اون چوب داد به تیموتیوس و گفتش که مگذار هیچ کس رو به سبب جوانیت حقیر شمارد بلکه در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی همه مؤمنان را سرمشق باش من اینو که خوندم گفتم واو ولی تیموتیوس یه مرد جوان بوده یه پسر جوان بوده ولی اینجور که معلومه نه فقط مرد ایماندار بوده بلکه پاک زندگی می کرده مومن بوده پر از محبت بوده و گفته این چیزی که تو داری بذار برای بقیه الگو باشه آمین چقدر زیباست وقتی جوانان کلیسا وقتی کسی که سن پایین ترن نوجوانان حتی بچه ها در این پاکی و ایمان رشد کنن و بتونن برای همه که وارد کلیسا میشن الگو باشن. باشن واقعا این دعای من برای جوانان و جوانانه که فکر نکنن که نمیتونن بلد نیستن هنوز تجربه ندارن نو ایمانن خدا از تک تک شما عزیزان استفاده میکنه و استفاده خواهد کرد به وقت خودش و مطمئن هستم که همه شما عزیزان که اینجا نشستین فرق نداره چند ساله هستین فرق نداره چند سال در ایمان هستین گنج های هستین که آمین که یک روز به اون هویت خود رسیدید یا برسید تا یا همه با هم دیگه بتونیم الگو باشیم فقط یه فرقی که بین جوانا و خب سالمندا هست جوانا توی یه سن و سالی هستن که خب باید بتونن تو این دنیا زندگی کنن به آلمانی میگن فوس هستن. یعنی باید بتونن با چالش های این روزمره این دنیا کنار بیان ولی این چه دنیاییه دنیایی که نسل قدیم براشون گذاشته مگه نه خب حالا واقعا باید از اون رو تشویق کنیم که هم بتونن اون اتفاقایی که در گذشته افتاده رو هضم کنن و هم بتونن آینده رو بسازن پس خیلی مهمه که عزیزان همه ما جوانا رو تشویق کنیم که صداشون رو بلند کنن و مسئولیت بردارن چه در خانواده چه در جامعه چه در کلیسا چه سر کار هر جا هستن جوانا باید یاد بگیرن که بیستن و مسئول پذیر باشن مسئولیت قبول کنن آمین پس الان میبینیم که هر یا در واقع هر گروه هر یا میتونیم بگیم هر نسلی یک نقش خیلی مهم توی جامعه یا یه جاگاه خیلی مهم تو جا، جامعه داره و ما همه به همدیگه محتاجیم این نیستش که ما بگیم ما جوونا کلیسا رو از این به بعد ما اومدیم الان انقلاب میاد همه چی خوب میشه یا سن ها بگن ما نمیخوایم چیزی تغییر کنه از همیشه اینجا خوب بوده قدیما خوب بود همینجوری نه ما به همدیگه محتاجیم و با همدیگه بعد به جلو بریم و رزمین عزیز خیلی برام جالب بود تویه. هدیات <applause> جلسه از اول <applause> از اول قرنتیان گفتش که دقیقا همون جایی که پولس میگه ما همه یک بدن هستیم و هر کدوم یه اعضا هستیم و دقیقا رو این آیه من میخوام تکیه بکنم که قرنتیان 12 میگه که و اگر یک عضو در درد من گردد همه اعضا با او هم درد باشند و اگر یک عضو سرافراز شود همه در خوشی او شریک گردند دقیقا همینطور هم عزیزان بعد با نسل ها باشه نسل های سن بالا نسل های جوون یعنی گذشته حال و آینده ما همه یک قسمت از بدن مسیح هستیم و مسیح سر ماست آمن واقعا الان میخوام تصور کنین واسوی چی میشد اگه فکر کنین اگر نسل های قدیمی تر افرادی مثل افرادی نبینیم که زمانشون تقریبا به پایان رسیده و اگه به جوانتر از خودمون به کسایی نگاه نکنیم که هنوز چیزی رو نمیدونن چی می شود؟ چی میشه اگه با عشق و احترام با هم رفتار کنیم و از هم یاد بگیریم این اون موقع یک جامعه قوی میشه که طبق خواست و اراده خداست آمین الان ما واقعا توی یک زمانهایی زندگی میکنیم همچه گفتم همه چی خیلی زود میگذره زود تونتر از اون چیز که فکر میکنیم و من فکر کنم بخواد نگه مخصوصا در زمانهای آخر زندگی میکنیم این اتفاق میافته. همه چی تغییر میکنه به جز یک چیز اینجا یادداشت کردم اول محبت خدا و دوم مسئولیتی که عزیزان ما برای همدیگه داریم و یه سوالی میخوام از شما از خودم از همگی بپرسیم نسلی که بعد از ما میخواد بیاد وقتی همه ما دیگه نباشیم همه فکر کنیم فرقی نداره والدین هستیم یا نیستیم سنمون چقدر بچه داریم نداریم هیچ فرقی نداره وقتی ما دیگه نباشیم نسلی که بعد از ما میخواد بیاد چی داریم که به اونا بدیم از ما چی میخواد باقی بمونه برای نسل آینده آیا میخوایم فقط بار اشتباه ها و گناهانونو رو بدیم یا اینکه میخوایم مخصوصاً ثمره حکمت و محبتمون رو بهشون ارث بدیم خیلی مهمه واقعا فکر کنیم تصور بکنید چی داریم الان الان مثلا نمیدونیم مسیح کی برمیگرده زمانهاش نرسم ولی من تصور میکنم اگه ما همه اینجا نباشیم و بچههایی که الان دارن تو این کلیسا بزرگ میشن نوجوانانی که یه روز بزرگ سال هستن به اینا ما چی داریم منتقل میکنیم اشتباهامونو و بارهامون و یا همونجوری که گفتم ثمره محبتمون و ثمره حکمتمون که از طریق عیسی مسیح به ما داده شده عیسی مسیح به ما یاد داد که خدا رو با تمام قلب و دل و جان دوست داشته باشیم و همینطور همسایه خودمون رو همسایه خودمون همیشه سن ما نیست همسایه خودمون همیشه مثل ما نیست شکل ما نیست پس چقدر خوبه که فرق نداره تو چه فصلی هستیم تینجریم، جوونیم، سنبالاییم، سالمندیم که واقعا توی تمام این فصلها ما محبت کنیم اونجور که عیسی مسیح گفت و اونجور که عزیزان اشاره کردن و واقعا مسئولیت رو برداریم برای نسلهایی که بر از ما دارن میان این مسئولیت خیلی بزرگه ولی میتونیم خوشحال باشیم که خداوند یه چنین مسئولیت رو به دستهای ما داده تا بتونیم نسلهای بعد رو هدایت کنیم. آمین. خیلی این جمله با آلمانی نوشتم امیدوارم به فارسی هم همون معنی داده با آلمانی جوری ده خیلی بهتر و قشنگتر میشه چون خودم به آلمانی فکر میکنم میگیم ما میتونیم با همدیگه تصویر خدا رو در این جهان تشکیل بدیم تصویری که در طول نسل ها به ابدیت میرسد آمن دیگه به پایان رسنم فکر کنم گفتگو بچه ها هم یه قسمتی از این پیام در واقع بود و یک آیه هستش که من آیه رو خیلی دوست دارم نشان دهنده اهمیت و وفاداری خدا رحمت خداوند و تاثیرات نسل ها هست نمیشن بین نسلی ایمان و اعمال هستن فکر کنم این آیه رو خیلیاتون بشناسین میخوام دوباره اینجا برای شما عزیزان با همدیگه بخونیم در اشعیا پنجانو بیست و یک نوشته که باز خداوند میگوید و اما این از عهد من با ایشان روح من که بر توست بر شما همه عزیزان و سخنان من که بر دهانت نهادم هرگز از دهان تو از دهان فرزندانت و از دهان فرزندان فرزندانت دور نخواهد شد از حال تا ابدالآباد این از فرموده خداوند آمن آمین و آمین امیدوارم که اون پیغامی که توی قلب من بود تونسته باشم به شما عزیزان انتقال بدم و امیدوارم که واقعا بتونیم از, از این به بعد البته خیلی هست خدا رو شکر ولی بیشتر با یک دید دیگه به همدیگه نگاه کنیم سن بالاتر به ما و همینطور تیننجرها ها جوان ها ما جوان ها به سن بالاترها الان من یک کاری مخواستم انجام بدم یه چیزی تو قلبم بود یادم هم رفت که به اون اشخاصی که انتخاب کردم قبلش بگم